سلام، احوال شما چطوره دوستان؟ راستی از پیلی پیلی خوردن سیدعلی و کوسه بعد از در اومدن چرخ پشت مذاکرات چه خبر؟ حالا چپ میرن راست میان، میزنن تو سر و عمامشون که ای داد ای هوار، کشکم نصیبمون نشد. در 3 روز مذاکرات ژنو چه گذشت؟ ظاهرا این دوره از مذاکرات با دوره های دیگر متفاوت بود. چی شد که ناگهان سطح مذاکرات از مدیران کل و معاون وزیر به سطح وزرا ارتقا پیدا کرد؟ چی شد که زمزمه های امضای یک توافق به واقعیت نپیوست؟ چه کسی زیر میز مذاکرات زد؟ پاسخ باند سیدعلی به این سوالای چپندر قیچی اینه که آقا کوسه و دنبش زدن رشته های عظما رو پنبه کردن، شربت مداری کاس کوزه مذاکراتو میکوبه تو عمامه شیخپری و میگه مدعیان اصلاحات با سیاه نمایی در باره شرایط اقتصادی کشور و ذوق زدگی همراه با ابراز اعتماد نسبت به آمریکا تیم هسته‌ای کشورمان را در موقعیت نیاز و دشمن را در موضع ناز قرار دادند. تیغ کش سیدعلی رو نگاه که حالا باید بیفته به ناز کشی از نظام سلطه. آخه کبک پرکنده، مثلا تو فکر میکنی سرتو میکنی زیر بر، بعد فوت میکنی تو چپق سیدعلی، دود و دم راه میندازی، همه مثل بسیجی ها خر میشن. مثلا فکر میکنی قبل از این که شیخ‌پری بگه خزانه خالیه، حربی ها نمیدونستن سیدعلی تو چه فاز فلاکتی داره سیر میکنه. بابا وقتی عظما کد نرمش قهرمانانه رو داد، طرف حسابا تا ته خط ذلت سیدعلی رو خوندن. این احتمال وجود داشت که در این جلسه بحثای بسیار مهمی مطرح بشه که شد، و حتی این احتمال وجود داشت که به نتیجه برسه و خیلی هم نزدیک بودیم. درسته که ما هنوز توافق نداریم، ولی رو بسیاری از موارد توافق داریم، ولی چون تا رو همه چی توافق نداشته باشیم، هیچ چی توافق نداریم، الان راجع به توافقات صحبت نمی کنیم. هر کی هم راجع به این که رو این توافق کردیم رو این توافق نکردیم صحبت بکنه اشتباه میگه. الان رو هیچ چی توافق نیست، رو همه چی توافق. شما فهمیدین یارو چی گفت؟ سوزنش گیر کرده رو توافق. هی توافق کردیم، میخواستیم بکنیم، حالا داریم توافق میکنیم، بعدش میکنیم. بدبخت فکر میکرد با هرهر و کرکر و ریش بوزی میتونه سر طرف حسابا رو شیره بماله. جای ورور توافق حرف اصلی کوسه رو بزن. اینها اینه. اگر نبود کارشکنی وزیر خارجه فرانسه، حتما میتوانست به یک نقشه راه اساسی برای روزهای آینده در مذاکرات تبدیل شود. بابا فرانسه کدومه؟ این سوسه ها چیه میای؟ سانس خیمه شب‌بازی تموم شده. آقا جون یه سوال بیشتر رو میزتون نیست، گونو جواب بدی. این سیدعلی اسقاطی بالاخره جام زهر رو تا ته میره بالا، یا اینکه میخواد زیر بردنه تحریما له و لورده بشه؟ همینو بس. سلام. موشکان